میزبان سرکار خانم نازآفرین دیندار هستین. دختر تو خانواده شما بلند نمیشد بره به کشور خارج؟ آره مثلا رفتی ها. بابایی که ندیده بودی و نداشتی و یهویی دیدی؟ یهویی. قهرمان تعادلش در رعایت و متعادل کردن بی تعادلی های زندگیشه. بعضیا با کمک های خیلی زیاد گرفتن و از اطراف و تمام امکانات خب دارن قهرمان میشن و تو مسیرش موفق. غرور شده یه جور اجتناب برای خیلی از آدما که چیزهایی که میخوان و بهش احتیاج دارن رو نخوان که مبادا نه بهشون گفته بشه. میتونیم بگیم که مهم اینه که از کجا اومده و حالا به این کارمندی و آرامش رسیده که قهرمان زندگی خودش باشه. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، خدمت خانم نازآفرین دیندار. خیلی خوشحالیم که میزبانتون هستیم. از اسطوره های قدیمی ما هستن و چند دوره اسطوره اومدین. اسطوره ها، اسطوره های پیشرفته، اسطوره های پیشرو. پیشگام هم ببخشید من اینو یادم رفت. پیشگام خانم دیندار علاوه بر اینکه مدرس هستن در حیطه زبان روسی تحصیل کرده، همون حوالی از اوکراین درس خونده بودین. آره. علاوه بر اون یک آرشیتکت خیلی خوب و عمیق و کسی که در واقع فقط یه معمار نیستن، یه کسی هستن که علاوه بر معماری، روانشناسی معماری رو به شدت بهش علاقه‌مندن و خیلی خوش سلیقه‌ن و همیشه عضو فعال کلاس‌های ما هستن. علاوه بر همه اینا مادر، همسر، دختر و کلی مسئولیت‌های دیگه و کنار همه اینا کتاب می‌خونن، می‌نویسن و ماشاءالله یه زندگی چند بعدی رو هدایت میکنن. امروز در برنامه قهرمان قراره به ما کمک کنن، سوالاشون رو با ما شیر بکنن، با هم دیگه حرف بزنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد. اول من یه سوال بپرسم از شما قبل از اینکه شما سوالاتون بپرسین. اولا تو دل خودت قهرمان میدونی؟ واقعیتش بد، مخصوصا توی دوتا برهه خاص از زندگیم بد. چیزی داری که برامون تعریف کنی اون برها رو؟ من زمانی که 5 سالم بود، پدرمون به حال یه دلیل شرایط خاصی مجبور شدن که از ایران برن و ما 3-4 سالی از ایشون، یعنی حالا من به اندازه اون موقعیت بچگیم از ایشون بیخبر بودم. حالا گویا مادر و خانواده میدونستن که چه اتفاقی میفته ولی به من نمیگفتن. یعنی به شما گفته بودن که ایشون چی شده؟ نمیگفتن. گفتن مسافرت نیست مثلا. نه، حتی اینم نمیگفتن. خیلی ابهام بزرگی رو 4 سال. یعنی خدای نکرده نمیگفتن فوت شده؟ دیگه آخرین بار که مثلا من پرسیدم این رو هم به من گفتن. بعد از 4 سال که خب خدا رو شکر من متوجه شدم که پدر در واقع اوکراین هستن و ما رفتیم پیششون و گویا درگیر درمان تومور تو ساقه مغزشون بودن رو یه سری داستانهای اینجوری گذشت. دوباره متاسفانه تو کشور اوکراین به سری مشکلاتی ما خوردیم. داستان 11 سپتامبر شد و با ایرانی ها خیلی بابا رو رفتیم دیدیم بعد چند سال. چیز عجیبی بوده، یهویی ازش گذشتی. خب بعد اون وقت بابایی که ندیده بودی و نداشتی و یهویی دیدی. یهویی دیدی و خب خیلی تجربه خاصی بود، یعنی فکر کنم خیلی زمان میبره این تجربه گفتنش. گذشت و دوباره ما خوردیم به این مشکلات. 11 سپتامبر رو با ایرانی ها بس شدن و تفاوت سلیقه مادر و پدر رو ما اومدیم دوباره ایران و حالا این داستانی بود که ما بریم اوکراین، پدر بیان ایران. پدر برای برگشتنشون به ایران هم یه سری مشکلاتی بود، خیلی هم طبق سلیقه‌شون. بعد گذشت و دیگه من تا 17 سالگی در واقع اینو تعامل کردم و این واقعا یکی از جاهایی بود که من قهرمان زندگی خودم شدم. خیلی کار شایعی نبود تو خانواده ما یا تو اون مثلا زمانی که من 17 سالم بود که من تنهایی باشم برم اوکراین و برم خلاصه داستان این زندگی رو مشخص کنم. من اینجا به نظر خودم خیلی کاره که رفتین اونجا؟ رفتم تنهایی. تنهایی بابا مگه اونجا نبوده؟ اما پیش پدر رفتی؟ بله بله. و یه دختر تو خانواده شما بلند نمیشد بره به کشور خارج؟ آره، مخصوصا هم که مثلا 17 سالم بود و مثلا حتی سفارت میگفت واقعا تو دیپلمم نداری کجا میخوای بری.
و مثلا من سفارت متقاعد کردم، دانشگاه متقاعد کردم و رفتم. همه اینا هم خودت انجام میدی چون کسی حاضر نبود زیاد کمکت کنه. جدی نمیگرفتن خیلی. آره. ولی پس در واقع تو داری میگی قهرمان پای اون چیزی که میگه و پای تمام سختیاش پای میسه. بله. و لزومی نداره یه قهرمان کارهای خیلی فقط معمولی انجام بده. میتونه اگر جایی لازم بود از اون مسیر، از اون جاده بیرون بزنه و به سمت اون کاری که دوست داره حرکت بکنه. بله، من دقیقا اون موقع با اینکه شاید درسی خیلی تو روانشناسی نخونده بودم، اولویت بندی و بلد نبودم، ولی الان که فکر میکنم میبینم شما دقیقا توی یکی از قسمت قهرمان گفتید که خیلی از قهرمان ها اصلا این پکیجا رو ندیدن، خیلی از این درس ها رو نخوندن. الان که فکر میکنم نه، اون موقع چه قشنگ من اولویت بندی کردم و دیدم که این واقعا الان مهم زندگی منه، باید برم پیگیرشم، چون تمام دغدغه روز و شب من پدرم بود و من بعد میرفتم خودم به پدرم میرسوند. رفتم از هر سختی هم بود گذشتم و ابتکار عمل، انرژی و چیزی که الان یادم یاد موقع داشتم برام واقعا عجیب. چی؟ اون انرژی و ابتکار عملی که اون موقع به خرج میدادم. مثلا خب قانون داشت میگفت شما نمیتونی بری، دیپلم نداری، اون طرف گفتن که نمیشه اینها. من چه جوری رفتم با کارمند سفارت صحبت کردم که این بنده قانعش کرد. آره، اینا برام همه جالب. ماما مخالف بودن؟ میگفتن بله، نرو. بله، همین که میخوام بگم اولویت بندی. مثلا من توجه مادرم، تایید مادرم هنوز که هنوزه خیلی برام مهمه، ولی اینکه اون موقع اولویت بندی کردم که این رو میتونم ازش یه مدتی چشم پوشی بکنم و حالا برم پی اون هدف، رفتم و بالاخره. قهرمان ها اهل چشم پوشی از چیزهایی با اهمیت کمتر هستن. بله. که مادر برای شما مهم نبوده باشه. نه، ولی نمیشه برای قهرمان همه چی به یه اندازه مهم باشه. و واقعا این که گفتین پلای پشت سرشون رو خراب میکنن یه جاهایی، من مادرم بهم دقیقا گفتن، گفتن رفتی رفتی ها، و من رفتم با تمام اینکه براشون توضیح دادم که من باید برم، از اینجا به بعد زندگی من دیگه نمیتونه اینجوری با علامت سوال ادامه پیدا کنه، مجبور باشه من باید برم. و این پول به ظاهر خب خراب شد دیگه، چون مثلا من خواهرم و مادرم یه مدتی حالا با من کم کدر بودن. رفتم و واقعا متعهد موندم. اونجایی که سوالم جوابش داده شد، اونجایی که تکلیف در واقع اون چه که برام مهم بود روشن شد، برگشتم. چون برای خودم نامه نوشته بودم که من الان برای تحصیل، برای کار نمیرم، من به این دلیل دارم میرم. زمانی که این دلیل رو جوابشو گرفتی، اینو مشخص شد، برگرد دوباره از اینجا، اگر خواستی شروع کن با یه هدف دیگه برو. و برگشتم و اینجا دوباره شروع کردم. چه جالب. یعنی حتی به قول تریدرها استابلاس بر خود گذاشته بودی که کجا حد ضرر رو. بله. در واقع بیرون از بازی. و وقتی هم سیلی واقعیت رو خوردم که به اون چیزای اهدافی که میخواستی تو اوکراین دست پیدا نکردی. بله. چی بود حالا میشه گفت تو برنامه؟ شاید بر بقیه خیلی مطلوب نباشه، چون داستان زندگی دو نفر دیگه است. آها، میفهمم. دقیقا من یکی از سوالاتم مربوط به همینه، چون من بعد بهم گفتن که هیته دخالت تو نبود که تو قهرمانش میخواستی بشی. و برای همین من سوالم این بود که آیا قهرمانی فقط باید تو دایره نفوذ خودمون باشه، یا میتونیم منجی زندگی یکی دیگه باشیم، قهرمان زندگی یکی دیگه باشیم؟ قهرمانای روابط هم داریم، افرادی که به دیگران کمک میکنن تا اتفاقات بزرگی براشون بیفته. مثلا خواهری که از خواهر برادرش حمایت میکنه. مثلا این داستان ها ما تو فرهنگ ایرانی زیاد داریم که طرف میگه که ما پول نداشتیم به اندازه کافی، من رفتم کار کردم، پول برای خواهر برادرم آوردم که اونا درس بخونن. ببین، من میگم چشمنداز چیه؟ چی تو رو خیلی خوشحال میکنه تو زندگی؟ اگر در راستای اون حرکت میکنی، تو قهرمانی. اگر که چشمندازی نداری و قهرمانی و فداکاری برای تو پیش میاد، نه، اینو خیلی یه چیز ناخودآگاه میبینم. مثلا طرف داره میره مهمانی، یهوی مثلا از ماشینش پیاده میشه، به یه ماشین دیگه کمک میکنه، بعد دعواش میشه، بعد اصلا نیازی به دخالتش نبود، پلیس وجود داشت، نمیدونم همه این موارد
اینا میتونستن بیان کمک کنن. بعد اون نمیتونه بگه من امروز رفتم به یه آدمی کمک کردم، تو اتفاقا ضربه زدی به اون آدم، اون آدم بهتر بود پلیس بهش کمک میکرد تا اینکه تو پیاده شدی و کتت رو درآوردی و فلان و اینا. من قهرمانی رو بیشتر، حالا یه حوادث خیلی خاصی هست، مثلا یه ساختمان آتش میگیره و آتش نشانی نرسیده هنوز و قهرمان های این شکلی، قهرمان ملی داشتیم که زندگیشون رو فدای بچه ها کردن و اینها، اونها که همیشه مقدسن و تاج سر ما هستن. منتها در رابطه با روابط خیلی وقتا قهرمانی یه جور دخالته، یعنی کسی از کسی کمک نخواسته ولی طرف پافشاری میکنه و وارد یه مسیری میشه. معمولا هم کسایی این کارو میکنن که تو زندگی فردیشون خیلی موفق نیستن، باید سوپرمن یا سوپر وومن زندگی دیگران بشن. اینجاست که میگن که مثلا خب تو اگر بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن. اتفاقا یکی از زمینه‌های حاشیه‌ای که قهرمان‌ها میتونن از مسیر دور بشن، حواشی که براشون پیش میاد. قهرمانان اگه بلد نباشن بی توجهی بکنن به چیزهای کم اهمیت یا با اهمیت متوسط، معمولا اون قهرمانیه براشون در نمیادش. اوکراین چطور بود؟ یعنی این اوکراینی که امروز تو جنگه، در واقع با ایرانی‌ها چطور بود؟ الان که خیلی ما رو دوست ندارن. والا خیلی به ما احترام میذاشتن، خیلی ما رو دوست داشتن، چون که ایرانی هایی که رفته بودن اونجا اکثرا تاجر پسته و فرش بودن، خیلی دید خوبی رو ایرانی ها داشتن. یعنی ما رو میدیدن میگفتن پسته داری؟ که ما هم و خیلی دید خوبی داشتن. من خب دبستانم اونجا بودم، خیلی برای معلم ها احترام داشتیم و همه چی خوب بود. دانشجو هم که بودم خوب بود و کشور فوق العاده زیبایی بود. و شهر کیف هم فوق العاده زیبا، دومی شهر سبز دنیا بود. یعنی من واقعا وقتی جنگ نه بابا دومی شهر سبز دنیا، چون که شهر سه تا تپه اصلی داره و تمام اون آثار تاریخی و اصلیشون مثلا دو تا تپه خیلی معروفه. وقتی دوربرد شهر رو نگاه میکنی سه تا تپه کامل سبز نمشخصه. خیلی کلیساهای جالبی داره که مثلا موقع کمونیست اینا مجبور بودن برن اون زیر زمین حفر کنن. چیزای جالب زیاد داره، شهر جالبیه پس. خیلی. و با ایرانی هم خوب بودن. با ایرانی هم خوب بودن. بله بله، متاسفانه توی جنگ ایران ضربه بزرگی بهشون زدن. آره خب حق دارن که نگرشی داشته باشن که حمایت نشده باشن. بله. مرسی. و خدمت عرض کنم که سوالم ازت اینه که بعدش که اومد ایران تجربه قهرمانی چی داشتی؟ بعدش که اومدم، بعد واقعیتش این مسیری که طی کردم اینجوری هم نبود که فقط برای کس دیگه ای باشه، چون من هم جزوی از اون خانواده‌ای بودم که بالاخره یه سری علامت سوال داشت، آسیب می‌زد. اما خب بعدی که برگشتم چیزی که خیلی آزار داد همین بود که به من گفتن که این هیته تو نبود، که به اون آدم ها کمک کرده تو نباید میرفتی دنبال جواب این سوال. و یکی این برام خیلی سنگین بود. و مسئله یکی برام پیش اومد این بودش که به واسطه همون قراری که با خودم گذاشته بودم و بدون دیپلم رفته بودم و بعد اونجا معماری خوندی؟ بله بله. برگشتم سفارت هر ترم که میرفتیم درس همون رو تایید کنیم، این رو به من نگفته بودن که شما چون دیپلم در واقع ایرانی نداری مشکل برات پیش میاد. زمانی که من برگشتم گفتن که چون دیپلم ایرانی نداری حالا باید بشینی بری با بچه های در واقع هنرستان دیپلم معماری تو بگیر. هیچ راهی هم نداره که فقط امتحان بدی، هیچ راهی نداره که مثلا تو لیسانس داری الان. آره لیسانس معماری داری از دانشگاه اوکراین، بعد میگم بیا دیپلم بگیر. آره. بعد خب اینا لحظات سختی بود ولی خب گذشت. اوایلش سخت بود ولی بعدش هم شده بودم مامان بزرگ کلاس و ازم راهنمایی میگرفتن و اینها. یه جا اینجا خب سیلی بعدی بود بابت اینکه من اونجا خیلی خوب درس خونده بودم. اونجا سیستم نمره ایشون از 5، من همه یا 5 از 5 بود یا 4 از 5 بود. یعنی استادا میگفتن ما زوری به دانشجوی خودمون مثلا میایم 4 و 5 میدیم، تو چی جوری تستا رو میزنی؟ خب ما انقدر به امتحان سخت تو ایران عادت میکنیم، من اونجا امتحان دادن برام روتین.
نمرات خوبی بود، خیلی زحمت کشیده بودم. بعد من اونجا انتخاب کرده بودم که به روسی درس بخونم، ایرانی خیلی میان اونجا به انگلیسی انتخاب میکنن درس بخونم. خب سخت بود، انگلیسی زبان سختیه. اینا رو گذرانده بودم و اومدم ایران رو گفتن که به واسطه اینکه تاریخ این گفتن برو دیپلم بگیر. ما رفتیم دیپلم گرفتیم، اومدیم گفتن ببخشید تاریخش گذشت. تاریخ انقضای گذروندن اون تاریخی که شما وقت داشتید دیپلم رو به وزارت علوم ارائه بدی گذشت. گفتم مگه شیر پاکتی که تاریخش گذشت؟ گفتم تاریخ انقضاش گذشت. من اون بادی که از وزارت علوم اومدم پایین به صورتم میخورد و هنوز یادم داغ بودم و این باده میخورد تو صورتم. یعنی من دو تا لحظه رو یادم، یکیش مربوط میشه به همون اوکراین که گفتن شاید اینجا جایی نداره، یکی از سخت‌ترین لحظات تو یکم اینجا. ولی خب خوشحالم که چی شد آخر سر دیپلم داری الان؟ دیپلمو دارم، یه لیسانس هم واسه خودم تعظیمی از اوکراین دارم. نه این دیپلم رو لیسانس اوکراین اینجا تایید نشد و من مجبور شدم دوباره برم کنکور بدم. خب دوباره اینجا از صفر بشینم. آها، یعنی تو دو تا لیسانس داری؟ تو دو تا لیسانس معماری؟ بله. یه بار از ایران، بعد لیسانسی هم که اینجا بعد میگرفتم کارداری به کارشناسی بعد میگرفتم، چون دیپلم فنی حرفه‌ای گرفتم خیلی طول کشید. آوزیر یه ترم معلق کرد اصلا دانشگاه و من خودم کم تایمم عقب افتاده بود، یه ترمم اینجوری عقب افتادم. حالا من اتفاقا واسه همینو بگم، بعضا میشه که یه موقع ما میبینیم دانش آموزای دانشجوی ایرانی یا حتی همه جهان مثلا طرف یه دونه آزمون ترمشو خراب میکنه، میگه من دیگه درس نخونم. تو رفتی لیسانس گرفتی، لیسانستو قبول نکردن، اومدی اینجا دیپلم بگیری که لیسانستو قبول بکنن، دیپلم گرفتی دیپلمتو قبول نکردن، تاریخش گذشته. بعد دوباره رفتی، آره دوباره رفتی دیپلم گرفتی، بعد دوباره لیسانس گرفتی. من همیشه این ایده خودمه که میگم چقدر خوبه که مثلا ها تو ایران، البته شاید بهم میگم ایران بخاطر اینجا زندگی میکنیم، تو تمام جهان شکلیه، آدمایی که بلدن حرفاشون رو تو بوق و کرنا بکنن خیلی بیشتر شنیده میشن و معمولا ما اتفاقا بیشتر به خاطره های افرادی احتیاج داریم که کمتر رسانه دستشونه مثل تو. و در واقع این حرفایی که تو داری میزنی خیلی به نظرم آموزنده است برای تمام قهرمانایی که الان دارن این برنامه رو میبینن. تو این مسیر قهرمانیت من چطوری میتونم بیشتر بهت کمک بکنم؟ آیا سوالی داری راجع به این قضیه که در واقع من بتونم بهت کمک کنم؟ آی دکتر، تا اونجایی که تو مسیر قهرمانی شاید خیلی فردی داری پیش میری یکم کار راحت تره، ولی مخصوصا وقتی که یه مادر باشی یا تو خانواده باشی یا داری مسیر قهرمانی تو میری، گاهی وقتا حفظ تعادل سخت میشه، مخصوصا اونجاهایی که لحظه های بحرانی میشه، لحظه‌ای که دیگه تو داری به اون خط پایانه نزدیک میشی، به اون دستاورده، به اون نقطه‌ای که گذاشتی میرسی، حفظ تعادل بین بخش مختلف زندگی سخت میشه. من سه تا سوال دارم تو دل این سوالم. یکی این که آیا باید به خودمون حق بدیم که این تعادل ممکنه به هم بریزه، یا این که نه بگیم قهرمان اونیه که باید تمام این تعادل رو حفظ بکنه و به قهرمانیش هم پایبند باشه. دومین سوال هم اینه که خب اگر که جواب شما بله هست و میتونیم به یک سری از حیطه ها توجهمون رو توی اون لحظات بحرانی کم بکنیم یا حتی صفر بکنیم، کدوم حیطه ها هست؟ مثلا من بیام بگم که من توی حیطه رابطه الان که یه دستاورد بزرگ کاری تو نقطه بحرانیشه برام و من توی کارم میخوام قهرمان زندگی خودم باشم، این برام خیلی ارزش مهمیه، بگم که من توی حیطه رابطه توجهم بیارم پایین، از پارتنرم یه فرصت محدود بگیرم، یا نه بیام مثبت گراییمو کم بکنم، یا نه بیام بگم یه مدت حالا به اون کاری که مثلا در راستای معنای زندگیم انجام میدادمو کم بکنم. خب این کلمه تعادل خیلی کلمه مهمی و آدم ها خیلی راجبش سوال میپرسن. حقیقتا اینه که قهرمان تعادلش در رعایت و متعادل کردن بیتعادلی های زندگیشه، یعنی کار در میاره با تمام کمبودها، با تمام نقصانها و کمبودهای زمانی. مادر مثل خودت داره درسش هم میخونه، ولی خب قاعدتا شب امتحانش نمیتونه همون مادری باشه که آخر هفته گذشته با بچهش کلی بازی کرد و رفتن پیکنیک، ولی انقدر بلده که چون میدونه داره نزدیک امتحانای پایان ترمش میشه، یا یه هفته سفر بچه ها رو میبره، یه سه چهار روز
کنار بچه ها بیشتر هست، بعد بچه ها رو آماده میکنه. بنابراین مفهوم تعادل خیلی با تساوی اشتباه میگیرنش. تعادل به معنی نیستش که ما 25 دقیقه این کار بکنیم، 25 دقیقه اون کار بکنیم، 25 دقیقه این کار بکنیم. تعادل یعنی اینکه تو به تمام جوانب زندگی توجه بکنی و مثل این تدوینگرا و کسایی که میکسرا رو اینطوری بالا پایین میکنن، هر جایی که لازم بود اینو ببری بالا، اینو بیاری پایین، اینو دست بزنی. این میشه تعادل. و در واقع تعادل به معنی نیستش که دقیقاً امروز من به تمام ابعاد زندگیم به یک اندازه توجه کردم، ولی میدونیم در تمام دنیا وقتی یه زن موفق میشه حتما خیلی بیشتر اذیت شده. یعنی در واقع واقعا موفقیت و قهرمانی زنها، دخترها، بانوان کشورمون و جهان خیلی چیز ارزشمندتری از نظر من، به واسطه اینکه هر چقدر که ما میگیم این روزها نمیدونم تعادل بین جنسیت و تساویه و این حرف رو میزنیم، ولی واقعیتش نیست. یعنی حداقل من که در هیچ جای دنیا ندیدم این احترامی که در واقع به این تساوی که بین زن و مرد لزومن وجود داشته باشه. از نظر طبیعی خانوم ها همیشه روشون فشار، مثل همین باردار شدن، مثل مادر شدن. اصلا تا یه زمانی، تا یه سنی بچه اصلا بابا نمیشناسه زیاد و در واقع همون فشارها و درخواستاش از مادرشه و پدر میتونه خیلی راحت بره سراغ بیزینسش، قهرمان کسب و کارش باشه، مادر بچه در آغوششه، حالا بعد کارش هم ببره جلو. واسه این من واقعا خودم جز افرادی هم که پیروزی و موفقیت خانمو خیلی خوشحالم میکنه و کسی رو مرد میدونم که برای زنهای اطرافش، حالا نه فقط لزومن همسرش، نه لزومن فقط خواهرش، دست میگیره کارو. یعنی تلاش میکنه به خانومهای اطرافش کمک بکنه، چون اینا واقعا شایسته این توجه و کمک هستن. ولی به نظر من بزرگترین ضربه رو خانومها به خودشون زدن. یعنی ما مردها بالاخره هر چقدر که تلاش بکنیم درک کاملی از شما نداریم و حواسمون به کار خودمونه، هزار جور مشکل اقتصادی داریم، هزار تا فشار داریم خودمون و اینها. هر چقدر که بتونیم این تعادل رو نگه داریم، به همسرم توجه بکنم، ولی در نهایت همسر من، خواهر من، باید خودشم خیلی جدی بگیره این مسئله رو. حالا من راجع به قاعدتا همسرم و خواهرم صحبت نمی کنم، من دارم راجع به بانوان کشورم و جهان صحبت میکنم. همونطور که یه مدیر یا یه رهبر سازمان باید نسل سازی بکنه، یه مادرم باید نسل سازی بکنه. یعنی چی؟ یعنی در واقع مثلا خیلی از خانوم ها خیلی راحت توی همایشای من میان و میگن که هیچ که من ندارم بچه همون بسپارم بهش. خب من اون لحظه شاید بهش روم نشه بگم، ولی میگم خب این ضعف توه. تو چطور هیچ مربی، هیچ پرستاری، هیچ دستیاری، نه مادری، نه خواهری، نه دوستی، نه رفیقی. ببین این جمله او من قانع نمی کنم، بهش نمیگم ولی کجای کارت میلنگه که هیچ کیو تو زندگیت نداری؟ بی اعتمادی عمیقی از نظر روانی وجودتو فرا گرفته و فکر میکنی تو تنها کسی هستی که باید در تمام ساعات زندگی فرزندت ازش مراقبت بکنه؟ ها؟ کی مگه تو؟ این همه بچه تو مدارس بین المللی میرن خیلی وقتا چند روز یا چند هفته یا چند ماه مادرشون رو نمیبینن با آدم های دیگه. من هیچی رو نمیخوام توصیه کنم، من دارم میگم که این نگاه غلطه که مادر یا پدر فکر کنه تنها کسی که باید مراقب بچهش باشه خودشه. به پرستار اعتماد ندارم، پرستارا همه خرابن، همه دزدن، همه فلانن، معلم‌ها همه بیسارن، هیچ کلاسی نمیبرم، هیچ مهد کودکی رو قبول ندارم، هیچ خانه بازی رو نمیپسندم. خب بابا چته؟ خب تو اون وقت میمونی و حوزت. این بیعتمادیه داره به تو آسیب میزنه، بیشتر از شوهرت، بیشتر از جامعه ای که برای خانوم ها شاید اون ارزشو به معنای واقعی و عمیق برمقان نمیاره. برای من بازم میگم من فکر میکنم خانوم ها
بیشتر از هر جنسی به خودشون ضربه میزنن به واسطه وسواس هایی که شاید واقعا کارا هم نباشه. همه ما خیلی وقتا تحت فشار قرار میگیریم و در واقع خیلی برامون سوال میشه کدوم هیته ها رو کم کنیم. آیا میشه یه هیتر کلن کنار گذاشت؟ آره، ببین اینا اصلا فرمول نداره، اینا عدد نیستن، انسان باید با توجه به شرایط زندگیش تصمیم بگیره. من خودم شخصا این کار رو میکنم، میام در ابعاد مهم زندگیم همه چی رو حداقل میکنم. مثلا اگه 5 جلسه بعد ورزش کنم تو هفته، میکنمش 2 جلسه. نمیخوام هفته بعد که کارم کمتر شد میتونم ورزشمو کامل بکنم بدنم خشک شده باشه، چون بدنسازی جوریه که مثلا شما یه هفته که تمرین نمیکنی انگار بدن هم صفر کرده همه چیو، یعنی تمام دردهایی که قراره دیگه تجربه نکنی و تجربه میکنی با یه هفته وقفه. یا برای پدر و مادری که در واقع بچه‌شون هست الان تو شلوغ‌ترین روزهاشه، مثلا من دیدم یه وقتی مثلا این بچه دخترشو میذاره تو ماشینش، میگه بیاین تا اونجا این کارا رو با هم انجام بدیم، دو تا آهنگم با هم گوش بدیم. یعنی در واقع تلاش میکنه از حد اقل‌های زمان و حتی تایم‌های از دست رفته به اون ابعاد مهم خودش توجه بکنه. من دوست دارم هم به شما هم به تمام دوستایی که دارن این برنامه رو برای قهرمانیشون میبینن، قبل از حذف موارد مهم زندگیشون به این فکر بکنن که از کدوم تایم مرده میتونن بیشتر استفاده بکنن. میدونی؟ یعنی به جای که ما یه بود مهممون رو کنار بگذاریم، بیایم یک بودی که سوخته و دیگه نیستش رو بیایم اونو فعالش بکنیم. همین مثل اینکه فرد با بچهش بلند میشه میره تو راه اون مسیر کاریش، یه خورم با هم بازی میکنن، آهنگ گوش میکنن، بعدم مثلا شاید بچهش کوچیک باشه یا بزرگ باشه بتونن تو محیط کاری وارد بشن. بچه همینو میخواد دیگه، میگه حالا لزوما نمیگه که منو ببر پارک حتما هر هفته، که میگه من با تو باشم، من برای تو ارزش داشته باشم. خب یا نمیشه دیگه مثلا من اینقدر سرم شلوغ باشه که با همسرم یه هفته حرف نزنم. حالا همیشه روز یه ساعت حرف میزدیم، الان دیگه 10 دقیقه یه رو بگیم چی کارایی کردیم، چه کارایی قراره بکنیم، برنامه‌مون چیه، اطلاعات به هم بدیم. حالا شاید یه مقدار محبتامون کمتر بشه، ولی رابطه زمانی که سیم اطلاعاتش قطع میشه دیگه به نظر دیگه نمیشه بهش گفت ارتباطات. آیا دیگه سوال کوتاه ولی خیلی مؤثر اینه که میتونیم بگیم که ناامیدی به موقع قسمتی از شجاعت یه قهرمانه یا نه قهرمان همینجور باید ادامه بده بدون ناامیدی؟ چقدر خوب گفتی ناامیدی شجاعانه، من خیلی با این واژه موافقم. آدم ها شجاعت ناامید شدن ندارن، اصلا خیلی عجیبه ها. یعنی ترجیح میده با تفکرات مثبت احمقانش صبح خودشو فریب بده، ولی یه بار به این فکر نکنه که شاید برای این کار ساخته نشده، شاید این کار برای این کشور نیست، برای این فرهنگ نیست. همونطور که بده یه آدمی دمدمی مزاج باشه امروز بگه من فلان هدف رو دنبال میکنم، فردا صبح بگه دیگه برام ارزشمند نیست، این خیلی بده. اینم که یه آدمی چندین ساله داره در یک هیته کار میکنه موفق نمیشه که نمیشه، در صورتی که رقبا همکاران دارن تو اون زمینه پیش میرن. خب یا یه چیزی رو تو نمیفهمی اونا فهمیدن، یا شاید تو یه چیزی رو قرار نیست هیچ وقت بفهمی. بله، قهرمان ها ظرفیت ناامید شدن، قبول شکست دارن. قهرمانه همونه که موقعی که داور میاد وسط تشک کشتی از این که دستشو بیارن پایین و دست قهرمان دیگر رو ببرن بالا امتناع نمی کنه. دیدی؟ بعض از کشتیگیرا نمیرن، دستشو میکشه، نمیخواد در مقابل اون کشتیگیر دیگه پیروز معرفی بشه و این شکست خورده. خب مثلا نتیجه عوض میشه؟ نه دیگه، نتیجه که تو باختی، بذار اینو حسش کنی که دست تو پایینه، دست اون بالاست.
بذار با تمام وجود اون شکست رو تجربهش بکنی. ولی افراد خیلی وقتا به جای قهرمانی وارد یک مداری میشن به نام کلاهبرداری. ببین خیلی از کلاهبردارا دلشون میخواسته روز اول قهرمان باشن، بعد اینقدر پافشاری کردن روی علاقشون که در واقع واقعیت رو مجبور شدن نادیده بگیرن. حتما اعتبار واقعیت از علاقه بیشتره. آدم ها تو این دور زمانه هی یاد گرفته که علاقه من اینه، علاقه من اینه. اوکی، علاقه جامعه مهمه ها، مخصوصا برای تو که نونآور خانوادتی، و تو نمیتونی قهرمانی باشی که فقط به علاقه خودت توجه میکنی. نه به خاطر اینکه من میگم زندگی معنوی داشته باشا، به فکر مردمت باش، نه اصلا به فکر خودت باش، ولی برای اینکه به فکر خودت باشی باید به مردم نگاه بکنی، بعد ببینی چی رو دوست دارن، چی رو دوست ندارن، چه نیازی دارن، چه نیازی ندارن. بیشتر ما برای قهرمانی احتیاج داریم چشمامون رو باز کنیم و ببینیم که آدم ها چه انتظاراتی از ما دارن، کدوم بازار برای ما مناسب تره و آیا علاقه من حالا حالاها براش نیازی در جامعه وجود دارد یا ندارد. قهرمان تا چه حد میتونه کمک بگیره؟ قهرمان باید همش مستقل باشه، فقط به توانمندی های خودش پایبند باشه و پیش بره، یا نمیتونه کمک بگیره؟ چقدر میتونه کمک بگیره؟ بعضیا با کمک های خیلی زیاد گرفتن و از اطراف و تمام امکانات خب دارن قهرمان میشن و تو مسیرش موفقن. درسته یا نه؟ قهرمان باید فقط رو توانمندی های خودش تمرکز داشته باشه. خیلی سوال خوبی پرسیدی که گفتی قهرمان چقدر میتونه کمک بگیره و آیا برای قهرمان شدن ما اصلا میتونیم کمک بگیریم. تو دوره اصولها یه درسی داشتیم، روش به دست آوردن افراد رو میومدیم بررسی میکردیم، میگفتیم که آدم ها سه جور به دست میارن، یا تلاش میکنن، یا درخواست میکنن، یا قهر میکنن. قرقروها که معلومه دیگه، هرچی که میخوان بهشون نمیدن قهر میکنن که اونا بیان بگن تو رو قرآن بیا از ما بگیر. درخواست کنن دو هم خودشون کرد پرقدرت میدونن، میگه نازنین بردار بیار برام، اون زنی میزنه بهت میگه این کار برام انجام بده. کسانی که تلاش میکنن در واقع خب معلومه دیگه، تلاش میکنن تا اون چیزهایی که دوست دارن رو به دست بیارن. من ولی فکر میکنم یه مسیر قهرمانی هر سه تا اینا رو داره. یعنی اگر کسی صرفا رو یکی از اینا پافشاری داشته باشه شاید به قهرمانی خیلی بزرگی دست پیدا نکنه. یه قهرمان به نظرم به موقع تلاش میکنه، به موقع درخواست میکنه، به موقع هم قهر میکنه. یعنی در واقع خیلی جا تو دیگه باید دیگه بری، دیگه جای موندن نیست. خیلی وقتا دیگه، خیلی وقتا که میگم بعضی وقتا این کلمه بهتری، بعضی وقتا واقعا دیگه تو باید بری. اون کاری که تو بهش علاقه داری اینجا زمینش نیازش وجود نداره، ولی شاید مثلا با همون قهر کردن یا بی توجهی کردن. مثلا من خودم خیلی تلاش میکنم تیممو خوب بسازم، خیلی درخواست میکنم که با همدیگه همکاری داشته باشن، بعد میبینم که اصلا هیچ کدومشون اون کاری که در واقع من میخوامو انجام نمیدن، بعد شده یوی نادیدهشون میگیرم. یعنی میگم که پس اگه اینطوریه که من تلاش میکنم، درخواست میکنم، شما اصلا گوشتون بدهکار نیست، پس منم اصلا دیگه اون اهمیتی که قبلا بهت میدادم اون دیگه بهت نمیدم. بعضی وقتا همین کم توجهیه به اون فرد کمک میکنه بیدار شه، چون درخواست من خیلی به چشش نیومد، تلاش من خیلی به چشش نیومد. بنابراین من مجموعه کاملی از همه اینا میدونم. خب ببین قبلا راجع به این صحبت کردم، خیلی وقتا آدما به واسطه این که نمیخوان کسی بهشون نبگه اعلام استقلال میکنن. میدونیم شکست تو رابطه خیلی وقت شبیه اینه که یکی بهت بگه نه نمیخوام برات انجام بدم. استقلال نمایی یه جور دوری از پذیرفته نشدنه.
یعنی من چون میترسم دوست داشته نشم توسط نازنی، پس میگم بذار همین رابطه همون همینطور بمونه، چیزی هم ازش نخوام، خودم هم ضایع نکنم، اسمش هم میذارم غرور. میگم من دارم اینطوری از خودم مراقبت میکنم، در صورتی که خب این چه غروریه؟ غروری که تو دفاع نمیکنه، تو رو به زحمت میندازه. یه قهرمان حتما در جایی که لازمه زره غرورش رو در میاره، لخت میشه و درخواستش هر چقدر که باعث شکست شدنش بشه رو انجام میده. در مسیر قهرمانی همونطور که از اسمش معلومه، قهرمانی از همه چیز مهمتره، حتی از غروری که بیشتر به عنوان یک مفهوم انتزاعی تو زندگی ماست و هر جایی که ما نمیتونیم توضیح بدیم که من حاضر نیستم غم رو بپذیرم، ترس رو تجربه بکنم، ترد رو تجربه بکنم، برمیگردم میگم من غرور دارم، برای خودم غرور دارم. میدونید بیشتر آدم هایی که میگم من غرور دارم کسایی هستن که حاضر نیستن غمگین بشن. خب تو به من میگی این کار برای من میکنی، من بهت میگم نه. خب این خیلی اون لحظه تو ناراحت میکنه و تو مسیر قهرمانی خیلی جاها توسط خیلی ها ناراحت میشی، ها توسط منم که دوستتم یا شریکتم هم ناراحت بشو. غرور شده یه جور اجتناب برای خیلی از آدما که چیزهایی که میخوان و بهش احتیاج دارن رو نخوان که مبادا نه بهشون گفته بشه و هی خودشون رو توی سنگری نگه میدارن که نهایتا اونجا فقط زنده میمونن، قهرمان نمیشن. بله یه جایی از زندگی ما فقط قراره زنده بمونیم، ولی کسی که زنده مونده کل عمرش رو نمیتونه بابت این بگه من قهرمان شدم و سه روز ما توی جنگی هستیم فقط باید خودمون زنده نگه داریم، ولی بعدش مثلا همه رفتن. داستانش رو شاید شنیده باشی، تو ژاپن بعد از جنگی بوده، میبینن که یه سرباز و جنرالی در واقع پیدا نشد، بعد 20 سال پیداش میکنن، میبینن بالای درخت هنوز اونجا بوده، کسی بهش پیغام نداده که جنگ تموم شده بوده، روستایی بود، اینا هنوز داشته خودش رو مخفی میکرد و اینا. بعضیا توی جنگ و نقشی میمونن که سالهاست نمایشنامش پاره شده. بنابراین قهرمان هر چقدر که لازمه کمک میگیره، هر چقدر که به صلاحش کمک میگیره. آی دیتر، آیا قهرمانی اگر که اینجوری در نظرش بگیریم که یه مسیره، باید این رو مهم بدونیم که مبدأ و مقصدش کجاست؟ مثلا اگر یه کارمندی بگه که من الان یه زندگی خیلی عادی دارم، یه کار خوب دارم، تو هیتای مختلف زندگیم هم اوضاعم خوبه، راضیم از زندگیم و من قهرمان زندگی خودم هم، این درسته یا نه؟ اون فرد میخواد توی یه آرامش خودش رو حواسش رو پرت کنه، میتونیم بگیم که مهم اینه که از کجا اومده و حالا به این کارمندی و آرامش رسیده که قهرمان زندگی خودش باشه؟ مرسی. خب ببین، آره کارمند همیشه در توصیف و ستایشش من حرف زدم و گفتم کارمند ها نقش بسیار بزرگی از هر جامعه سالمی رو پشت سر میگذارن، بنابراین یه کارمند حتما میتونه قهرمان باشه، نه فقط قهرمان خودش، قهرمان ما. بسیاری از چیزهایی که همین نوری که الان اینجا هستش به خاطر اعمال و مدیریت درستی بوده که یک سری کارمند انجام دادن، نه رئیس جمهور. اونا این نور و مدار رو برای ما فراهم کردن، درسته؟ یا خیلی وقتا شما ممکنه از شرکت دوستت کمک میگیری ولی دوستت خیلی بهت کمک نمیکنه، اون کارمندش اونجا داره به شما سرویس میده. پس چون لزوماً مراتب اجتماعی یک فردی در واقع مثلا متوسطه به معنی نیستش که قهرمان نیست. اینو پکیج فروشا میگن که اگه کارمندی استعفا بده و در واقع بیا پکیجای منو ببین قهرمان شو، توی برنامه که مثلا الان هیچ پولی قرار نیست لازم نیست براش داده بشه، خیلی راحت میشه گفتش که برای قهرمانی نیاز نیستش که حتما پست یا سمت خاصی داشته باشیم. ما راننده قهرمان داریم،
من که دوستانم کارآفرینان بزرگ کشوره، یه آدمی همیشه با اینه. خب خیلی ها فکرشون اینه که این در واقع شریکشه، مثلا مدیر اجرایش، این کارمند رانندش بوده. خب هنوزم واقعا همون نقش بازی میکنه ها، ولی انقدر مسلط شده، میدونی، انقدر کارا رو بلده، انقدر قدرتمند شده، انقدر همه چیز رو خوب حفظ کرده و خوب یاد گرفته که در واقع اصلا دیگه خیلی جاها اینا رو دو نفری دعوت میکنن، میگن اصلا به فلانی هم بگو بیاد. خب حالا مثلا نزدیکانش میدونن که ایشون کمکش میکنه، اسیستشه یا رانندشه یا هر چیز دیگری، ولی خب این راننده همه داستان دستشه، این اون قهرمانه، این یه راننده معمولی نیست. و اصلا کلا معمولی بودن به معنی ناقهرمانی نیست. اینم باز دوباره جزء چیزایی که رسانه دوست داره جا بندازه که مثلا قهرمان‌های دوتا شاخ دارن. مثلا من تو رو قهرمان میدونم، شاخم نداری. خیلی از زنهای این کشور رو قهرمان میدونم که اصلا اسمشون رو باشد تا پایان عمرمون نشنویم، درسته؟ اما من زمانی میتونم به تو بگم قهرمان که حداقل قهرمانی رو برای بچت هم داشته باشی. نمیگم حد اکثر ها، یعنی من یه آدمی هم با یک حقوق متعادل دارم زندگیمو میچرخونم، راضیم هستم امکاناتی که دارم و من قهرمانم، اوکی؟ ولی فقط به فکر 18 سالگی و درس خوندن بچه هم باشم. من چند وقت پیشا از یه آدمی داشتم میپرسیدم، گفتم که تو اگه الان میتونستی از پدر مادر گله بکنی چه گله میکردی؟ که گله میکردم، میگفتم که خب شما که اینقدر آدم های زحمت کشی بودین، دوزارم به فکر 20 سالگی ما میبودین. خیلی خیلی کارمند های اینطوری هم فکر کردن، یه حد اقل چیزی، من اصلا اسمشم نمیارم اون حد اقل چیز چیه، یه کاری برای این بچه کردن. حالا مثلا این بانک ها تبلیغ میکنن از 3 سالگی بچه از اون یه حساب باز کنید، چه میدونم بیمه ای کرده باشن، یه چیزی. من به 20 سالگی تو فکر کردم، من به 18 سالگی تو فکر کردم. ولی بعضی از پدر مادرها خب فقط شاید به خودشون و اون لحظهشون فکر کردن. البته که مشکلات اقتصادی اجتماعی و این مسائلی که این سالها گریبان ایران رو گرفت و مردم عزیزشو در واقع خیلی تأثیر گذاره، ولی ناخودآگاه میخوام بگم که به هر حال این بچه بیپناه ترین کسیه که دور و بر ما هست، و ما نه فقط از نظر مالی بلکه از نظر عاطفی شاید بتونیم از همه چیمون بزنیم، ولی در واقع این از همه بیشتر به محبت ما احتیاج داره. و چون خودش در 5 سالگی نمیتونه به 20 سالگیش فکر کنه، چون اصلا تجربه شو نداره، منی که یه بار 20 سالگی رو تجربه کردم به عنوان پدرش یا مادرش، یه بار زمانی که 5 سالشه، یه بار زمانی که 10 سالشه، یه بار زمانی که 15 سالشه، به 20 سالگی و 30 سالگیش هم فکر کنم. پدر مادرها اکثرا از نگرانی هاشون فقط نصیحت کردن رو یاد گرفتن. خب تو بجایی این همه ما رو نصیحت بکنی که ما چی کار بکنیم، دوتا خب نصیحت خودتون میکردی که ما لازم نباشه این همه کار بکنیم. خب خسته نباشی، خیلی ممنونم که حضور پیدا کردی، مطرح شدی. همیشه جز شاگرد که نمیشه به تو گفت، از کسایی بودی که کلاس من میشستی و خیلی خوب گوش میکردی و درس خیلی خوب گوش میکردی و خیلی خوب یاد میگرفتی. الان که شنیدم یه کارهایی داری برای تدریس شین میکنی. آره انشالله که علاوه بر تدریس روسی شین رو هم تدریس بکنی و توش خیلی موفق پیش بری. برای بهترین رو آرزو میکنم. بازم از حضورت ممنونم. به همسر نازنینت و فرزندهات سلام برسون. خیلی ممنون. خدا نگهدار.